ماشین های چاپ خاک گرفته کابلی. از گرمای مبارزات انتخاباتی نفسی تازه گرفتم. در هر ساعت انبوهی از عکس و پوستر از دل این دستگاه ها بیرون می زنن. دستگاه های گران قیمتی که از خروج میلیون ها دلار هزینه تبلیغات نامزدان به خارج کشور جلوگیری کرده. ایران و پاکستان دو مقصد اصلی چاپ در گذشته. تا اکنون حدوداً ممکن 120 نفر یا کم و بیش از کاندیدا به ما مراجعه کردند که در قسمت چاپ اوراد تبلیغاتی خود، امانند پوستر و ویزیت کارت و بروشور و حالا بنرهای تبلیغاتی خود مراجعه کردند و بحثی که چقدر سر کار بار ما تاثیر داشته، بدون شک یک انقلاب 20 روزه از برای متابع، همه متابع مصروف هستند، برای متابع یک درآمدزایی هست. زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر شده و کارزارهای انتخاباتی هم سخت و نفسگیرتر. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب شهر پر شده از چهرهای نامزدان انتخاباتی، نامزدانی که حاضرن مصارف هنگفتی کنن تا به مجلس آینده راه پیدا کنن. سقف هزینه های مالی مبارزات نامزدان هم در شهرهای بزرگی مثل کابل حدود 30,000 دلار تعیین شده و کمترین مقدار هم به ولایت لوگر اختصاص یافته. اما به نظر می رسه که برای به دست آوردن رأی مردم ترسی از هزینه کردن بیشتر هم وجود ندارد. تا چشم کار می کند، پوستر است و بیلبورد. نزدیک به 1,000 بیلبورد در سطح شهر کابل. نرخ هر متر مربع آن از 30 تا 100 دلار. درآمدی خوب برای شهرداری کابل. اواید ما در بخش قراردادهای انفرادی که کاندیداهای محترم یعنی خارج از چارچوب بیلبورد ها اونا پرداخت کردن به شهروالی کابل بیشتر از 2 میلیون افغانی تا چند روز گذشته ما داشتیم اواید و این رو به افزایش است که شامل پول ساین ها، خوازه ها و همچنین بعضی بنرهایی که بر روی جاده ها نصب میکنن. وکیل دوره 15 همایش های انتخاباتی یکی دیگر از روش های تبلیغاتی برای جلب آرای مردم. تالار عروسی اما این روزها به جای رقص و آواز شعار است و تشویق. در میان هیاهوی هواداران نامزدان، مالک تالار هم چشم به راه مشتری دست و دلباز بعدی. ما محفل عروسی رو میگیریم، در پالش کاندیدار هم تبلیغاتش ما چیز میکنیم. یعنی میایم سر نفرهای زیاد دعوت میکنن، تبلیغات میکنن، یک مقدار پول برای هتل هم میتن از نگاه نان و چیزش. هم برای هتلدارا خوب است، هم برای خود کسایی که کاندید کرده. انتخابات ها اکثرا از طرف روز میباشه و محفل عروسی کس از اکثرا از طرف شب هستن و این خاطر هم روز محفل داره، هم شب محفل داره. انتخابات افغانستان یکی از پرهزینه ترین انتخابات ها در منطقه است. گفته شده بیش از 1 میلیارد دلار برای 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 2 دوره انتخابات پارلمانی افغانستان هزینه شده. برای افرادی که وارد کارزارهای انتخاباتی شدند هم تبلیغات هزینه سرسام‌آوری را تحمیل کرده. پولی که به کسب و کار شماری رونق بخشیده هرچند مقطعی. زینب آوین، BBC کابل.